یه دغدغه همیشه توی کار کردن توی عرصه هنر، حالا تجسمی، وجود داره و اون اینه که فاصله بین دال و مدلول رو چجوری میشه با حذف دو سر این خط ایجاد کرد. من افتخار دارم شاگرد آقای مرادیان هستم، توی گروه مجسمه سازی آپولون کار کردم سالها و ما در این مدت چیزی که خیلی تمرین کردیم و خیلی سعی کردیم که روش کار بکنیم بحث خود فرهنگ هنرمند بودنه. این که به کی میگیم هنرمند، کی هنرمند هست، کی نیست. حقیقتا اگر یه بازنمایی رو به عنوان اثر هنری هی به مصرف مخاطب بخوایم بذاریم خیلی اتفاقی نمیفته، چیزی، پویشی، تکاپویی برای مخاطب به وجود نمیاد که بخواد یه حرکتی بکنه، یه چند تا سوال رو بخواد برای خودش جواب بده. ما تمام تلاشمون توی این سالها این بوده که یه این فاصله ها رو سعی بکنیم هم ایجاد بکنیم که مخاطب بتونه برای خودش یک شخصیتی بگیره و بتونه برای خودش سوالایی داشته باشه در برخورد با اثر. و این پرسش ها به نظر من برای جامعه امروز ما خیلی واجبه که مخاطب اون پرسش رو با خودش حمله بکنه. امیدوارم که توی این کارهایی که امروز جمع‌آوری شده اینجا با زحمت افراد بسیاری، چون ما فقط کار نیست، خیلی افراد هستن، کسی که برونزش رو می‌ریزه، کسی که کار فایبر میکنه، همه اینا در کل کار تأثیر گذارن، ولی همه این کارها انجام شده برای اینکه ما برسیم به این نقطه که یه سوالی رو تو ذهن مخاطب ایجاد کنیم که این چیست، این چی ایجاد میکنه تو من. این سواله شاید برای جامعه امروز ما که همیشه مصرف کننده جواباییه که رسانه‌های مختلف بهش میدن، این بهترین چیزه و بهترین ارمغان. در مورد اوضاعی مختلف میشه صحبت کرد، ولی فکر میکنم اساره این حرکت همینه که ما ساختار رو خودمون درک کنیم، از پدیده عبور کنیم و بتونیم اجازه بدیم مخاطب در دنیای شخصی خودش و ناخودآگاهش با این کار حرکت کنه. خب بچه‌ها تو صحبت دیگه اول وسط خلاقیت چی میشه؟ فایر بکاری بسر از بسر 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 بس